با سلام شما بینندگان عزیز تلویزیون برابری، امیدوارم هر جا هستید شاد و تندرست باشید. در برنامه دیگر از مکس از سری برنامه های تلویزیون برابری، من پیروز زورچنگ همراه با رفیقم آرش کمانگر در خدمتتون هستیم. برنامه امروز ما اختصاص داره به 4 واقعه در حیات جمهوری اسلامی، 4 واقعی که در زمانهای مشخص در سالهای مختلف اتفاق افتاده. هر 4 اتفاق و واقعه مربوط به ماهای خرداد میشه. اولین واقعه مربوط به سال 1360 است، خرداد 1360، که همراه با بیرون آمدن اعتراضات وسیع و کشتار وسیعی که جمهوری اسلامی آغاز کرد. واقعه دوم مربوط به شورش زحمتکشان و حاشیه نشینان شهرها، از جمله حاشیه نشینان شهر مشهد. واقعه سوم مربوط میشه به خرداد ماه سال 1376. میپردازیم در وهله اول به واقعه خرداد 1360. در خرداد ماه 1360 به شکل گسترده‌ای هواداران نیروهای چپ و کمونیست، نیروهای آزادیخواه و همچنین نیروهای مجاهدین خلق برای اعتراض به تشدید سرکوب و خفقان در ایران تحت حاکمیت رژیم فاشیستی جمهوری اسلامی به خیابان آمدند. در این تظاهرات عظیم ده‌ها تن کشته شدند و همچنین مجروح و صدها تن دستگیر و به زندان اوین منتقل شدند. سحرگاه همان روز اولین سری اعدام‌ها بدون کوچکترین محاکمه و زمینه‌های محاکمه به اعدام سپرده شدند. در بین نیروهایی که به اعدام سپرده شدند، افرادی بودند که ماها در زندان بودند و مربوط به این حادثه مشخص سال خرداد 1360 نبودند و قبل از این واقعه در زندان ها به سر می بردند. از جمله سعید سلطانپور، شاعر، نویسنده، تئاتریسین و عضو کانون نویسندگان ایران و همچنین عضو سازمان چریکهای فدایی خلق ایران اقلیت، محسن فاضل عضو سازمان پیکار، کاظم سعادتی عضو مجاهدین خلق که از ماها قبل همچنان که عرض کردم در زندان به سر می بردن، و از جمله دختر جوانی 21 ساله به نام طلعت رهنما از هواداران سازمان راه کارگر. سرکوبگری که در 3 خرداد شروع شده تا امروز هیچگاه قطع نشده. استبدادی که سرکوبتر از استبدادیه که سبب ساز انقلاب 57 شد. رفیق آرش، بریم پای صحبتت ببینیم راجع به اون دوران چه صحبتی داری برای بینندگان عزیز ما. درود بر تو پیروز جان و درود بر بینندگان عزیز تلویزیون برابر. در واقع ما داریم 4 واقعه مهم رو در خرداد ماه که در مقاطع مختلف رخ داده مورد بررسی قرار دادیم. البته من اینجا بگم که اون فراخوان تظاهرات چند صد هزار نفره رو سازمان مجاهدین خلق دادن، منتها فعالین نیروهای چپ و سایر نیروهای آزادیخواه و دموکرات اینا هم شرکت کردند در اون تظاهرات، کشته شدند، زخمی شدند، دستگیر شدند و اینا. یعنی خود مجاهدین اعلام کرده بودند که 500 هزار نفر در 30 خرداد 60 به خیابان آمدن که بعد رژیم بسیج و پاسدار و لباس شخصی و اراذل و اوباش رو سازماندهی کرد برای سرکوب و کلیا گفتیم دیگه ده ها نفر کشته و زخمی شدن و بعد دستگیر و اعدام رو بودن. در مورد سازمان مجاهدین خلق، حالا ممکنه بینندگان ما الان تصوری که در سالهای اخیر از این سازمان دارن زمین تا آسمان، این سازمانی که الان وجود داره با سازمان مجاهدین خلقی که قبل از وجود داشته فرق میکنه. یعنی حتی مثلا خود رژیم شاه هم به مجاهدین میگفته مارکسیست اسلامی.
حتی وقتی دو تن از نمایندگان مجاهدین خلق زمانی که خمینی در نجف بود، حسین ریاحی و باب اخشناس رفته بودن پیش خمینی، خمینی اصلا اونا رو تحویل نگرفته و فرنگ. یعنی خود اون نیروهای وفادار به خمینی هم مجاهدین رو میگفتن مارکسیست اسلام. حتی ما خودم در دوران نوجوانی قبل از اینکه اصلا کاپیتال بخونم، مثلا اقتصاد به زبان سادی محمود عسکری‌زاده رو می‌خوندم. یعنی جریانی بود که به لحاظ اقتصادی، به لحاظ مناسبات اقتصادی اجتماعی خودشون رو سوسیالیست تعریف میکردن و به شدت تحت آموزه‌های مارکسیستی بودن، صحبت از جامعه بی‌طبقه میکردن و بعد از انقلاب هم مثلا تو حساب برس تو نشریاتشون دائما این بود، مطالب ضد سرمایه‌داری منتشر میکردن، نشریه گودنشینان رو منتشر میکردن، قبل از انقلاب مستشاران آمریکایی رو مورد حمله قرار میدادن، یک خصلت کاملا ضد امپریالیستی و ضد آمریکایی داشتن و فلانه. بعد از انقلاب اینا دو سه سال اول عملا با اون که وارد حکومت نشدن، کل استراتژیشون اون بود که به قول خودشون از طریق پدر طالقانی یه قرار ملاقاتی با آقای آیت الله خمینی بگیرن، که خمینی هیچ وقت تن نداد علارغم وسادتهایی که طالقانی بکرد. حتی یادتونه که طالقانی یک مقطعی هم به خاطر که فشارهایی که به مجاهدین خلق آورده بودن، هم فرزندانش که کمونیست بودن، مشتبه طالقانی و محسن طالقانی رو موقتا بازداشت کرده بودن، غرق کرده بود، چند هفته غرق کرده بود و از منظر عمومی محو شده بود. و بعد مجاهدین یک نوع سیاست کجدار و مریض رو در مقابل حکومت در پیش گرفته بودن. در هیچ یک از جنبش های عمده اون دوران، از جنبش مسلحانه مردم کردستان تا ترکمن صحرا تا مقاومت درخشان دانشیان در اردویشت 59، نقشی نداشت. در واقع بار عمده مقاومت در مقابل حکومت که به قول معروف صدای پای فاشیسم می آمد رو نیروهای چپ انقلابی و بخشی از نیروهای دموکرات و مبارز و سکولار و اونا بوده داشتن، جنبش زنان گرفته تا جنبش کارگری تا جنبش دهقانی در ترکمن صحرا و پیشمرگان در کردستان و غیره و زالف. یعنی کاملا یک سیاست کجدار و مریض رو اینا بوده داشت. منتها بعد هم وقتی هم که بنی صدر میشه رئیس جمهور، باز مجاهدین امید داشتن، یعنی هنوز به این تحلیل نرسیده بودن، به قول خودشون حکومت یک پایه شد، معتقد بودن دو پا در حکومت وجود داره. میدونی که این تحلیل رو حتی حزب توده هم داشت، حتی بخشی از نیروهای ماویست هم داشتن که میگفتن حکومت دو جناح هستن، یه جناح خوب داریم یه جناح به اصطلاح چیه بد داریم. منتها اون جناح اصلی رو حزب توده و اکثریت که رهبری خمینی میگفت ضد امپریالیست ازشون حمایت میکردن، سایر نیروها بخشی از ماویستا و حتی مجاهدین از این جناح به اصطلاح بورژوازی ملی، از این جناح مثلا بنی صد فلان بهمان مثلا چیکار میکردن؟ حمایت میکردن و اینا. یعنی تلاش مجاهدین این بود که از طریق تقویت بنی صد مثلا بیاد چیکار بکنه، اون استراتژی سیاسیشو پیش ببره. که دیگه دیدیم دیگه، بحثا در همون هلوهوش سال 60 مثلا خمینی، به دستور خمینی اکثریت نماینده های مجلس شورای اسلامی رأی به عدم کفایت ابوالحسن بنی صدر دادن، او را عزل کرد. از اینجا بود که دیگه مجاهدین به این نتیجه رسید سه سال بعد از به اصطلاح روی کار آمدن جمهوری اسلامی که دیگه هیچ راهی وجود نداره در درون حکومت بشه به اصطلاح کاری کرد. تحلیل داد که حکومت دیگه که دو پایه بوده یک پایه شده، تماما ارتجایی و داره میره به سوی سرکوب و خفقان رو بیشتر. در صورت رژیم در طول دو سال قبلش هم همین سرکوب رو داشت ولی با مقاومت بود. ولی این یه واقعیتیه که از 3 خرداد 60 بعد از اون تظاهرات چند صد هزار نفره، رژیم رفت به سوی حاکم کردن کامل فاشیسم و بستن همه منفذهای ابراز وجود چی سیاسی. و دیدیم که در تمام طول دهه 60 ده ها هزار نفر دستگیر شدن، زندانی سیاسی بودن و هزاران هزار نفر از بهترین فرزندان کشور شکنجه شدن، اعدام شدن، از جمله خود مثلا سالها
در مشهد تو زندان بودی و یعنی این اهمیت این 30 خرداد 60 از این منظره که به اصطلاح رژیم دیگه تصمیم گرفت به قول خودش به تعامل و معامل و با این گروه های سیاسی پایان بده، یک فاشیزم تمام عیار مبتنی بر چوبه های دار رو بر ایران حاکم بود. البته ناگفته نماند که اینجا یه اشاره به این مسئله داشته باشیم که حرکت فاشیستی رژیم از این مقطع نبود که شروع شد، یعنی اینجا شاید به شکل وسیع‌تر و به قول معروف عمومی‌تر شروع شد، چرا که این واقعه در اصل میشه گفت از تهران شروع شد و به این خاطر یه مقدار این مرکزیت نقش خاصی رو برای این استبداد به اصطلاح سرکوبگرانه ای که همونجور که عرض کردم سرکوبگرتر از اون استبداد قبلی به خاطر موقعیت شاید محلی بود و الا خود این رژیم کار به اصطلاح حرکات فاشیستی خودش سرکوبگرانه خودش رو قبل از این وقایع از کردستان شروع کرد، از وقایع سنندج، از ترکمن صحرا، از خوزستان، همه و حتی خود آذربایجان، همه این موارد رو ما قبل از 30 خرداد در پرونده جمهوری اسلامی، پرونده سیاه جمهوری اسلامی ما داریم. ولی خب واقعه سال 1300 خرداد 1360 در نوع خودش هم واقعی است که زمینه به اصطلاح قلق قم کردن نیروهای سیاسی مطرح میشه، هر نوع آزادی خواهی، هر نوع حرکت دموکراتیک رو از اون مقطع است که به شکل خیلی سیستماتیک شروع میکنه. من در عنوان اون به اصطلاح اولیه عرض کردم که از نیروهایی که تو اون مقطع که حتی قبل از این واقعه اصلا در زندان ها بودن و اعدام شدن، یعنی به نوعی اصلا مورد سوء استفاده از قرار گرفت رژیم، از اون موقعیت استفاده کرد و اونا رو به اصطلاح به جوخه‌های اعدام سپرد، از جمله سعید سلطانپور شاعر به اصطلاح شاعری بود که عرض کردم که عضو کانون نویسندگان و همچنین عضو سازمان چریکهای فدای خلق اقلیت بود. در گرامی داشت خاطره اون یک شعر کوتاهی رو ازش میخونم که امیدوارم مورد توجه قرار بگیره. میگه با کشورم چه رفته است که زندانها از شبنم و شقایق سرشارند و بازماندگان شهیدان انبوه ابرهای پریشان و سوگوار در سوگ لاله های سوخته میبارند. با کشورم چه رفته است که گلها هنوز سوگوارند، چشم صبور مردان دیریست در پرده های عشق نشسته است، دیریست قلب عشق در گوشه های بند شکسته است. چندان ز تنگنای قفس خواندیم که از پاره های زخم گلو بسته است. ای دست انقلاب مشت درشت مردم، گل مشت آفتاب، با کشورم چه رفته است. یادش گرامی، یاد همه اونهایی که به دست جمهوری اسلامی قتل عام شدن گرامی. واقعی دیگر رو بهش برسیم رفیق آرش اگر موافق هستیم، واقعی که به زحمت کشان و حاشیه نشین های شهرها مربوط میشه. همونجوری که میدونین بینندگان عزیزمون در جریان هستن، بعد از اتمام جنگ 8 ساله با عراق که شرایط اقتصادی و به همین شکل سیاسی که مورد سوء استفاده رژیم هم قرار گرفت و اون جنایتی هم که در سال 67 مرتکب شد و زندانیان رو قتل عام کرد، باعث این اون شرایط باعث این شده بود که یک نوع به اصطلاح نارضایتی مضاعف در مردم ایجاد شده بود، شرایط اقتصادی و به اصطلاح بسیار بد و تورم بسیار بالا و موقعیت اقتصادی سیاسی بد به اینجا رسیده بود که
و با اون به اصطلاح برنامه خصوصی سازی هم که از نظر اقتصادی اون دوره رفسنجانی شروع شده و که در اون مقطع قدر به اصطلاح ریاست جمهوری رو به عهده داشت، حرکتی رو در جاهای مختلف ما شاهد بودیم. از جمله حوادث و حرکاتی که در ارتباط با زحمتکشان و حاشیه‌نشینان شهر را پیش آمد که شاید بشه گفت رفیق آرش کمتر به این مسئله، به این مورد پرداخته شده در وقتی که به وقایع مختلف در کارنامه جمهوری اسلامی به اسلام میپردازیم یا میپردازند، کمتر به این مورد مشخصی که من الان میخوام عرض کنم به اسلام رسید. این واقعی سال خرداد 71 مربوط میشه به حاشیه نشینان شهر مشهد، جایی که منطقه ای هست به نام طلاب که مردم بسیار فقیر و به اصطلاح تحتانی های طبقاتی که اونجا مستقر هستند. با اون سیستمی که به اصطلاح اون برنامه ای رو که دولت اون زمان پیشه خودش کرده بود به لحاظ اقتصادی، دنبال این بود که یک سری محدودیت های ایجاد کنه، از جمله هجوم برده بود به اون منطقه برای به اصطلاح خراب کردن خانه های که شاید به یه شکل هایی غیر به اصطلاح اصولی یا بدون مجوز به نوعی ساخته شده بود. یعنی شاید با اون شرایطی که اون موقعیت که رژیم در اون مقطع در تلاش بود، اون با اون سیستم سازندگی اونجا همخوانی نداشت. در ارتباط با این مسئله بود که باعث اعتراض مردم اون منطقه شد که در 9 خرداد اگر اشتباه نکنم 9 خرداد 1371 منجر به این شد که یک اعتراض چند ده هزار نفری از اون منطقه شروع شد، در طی حرکت خودش الحاق مردم دیگر به این معترضی باعث یک اعتراض بسیار گسترده‌ای رو در پی خودش به وجود آورد که در طی حرکت به اصطلاح این معترضین در مسیر حرکتشون به هجوم آوردن به سری امکانات دولتی، از جمله شهرداری رو به اصطلاح حمله کردن، یک سری به اونجا آسیب زدن و همینجور به یک سری بانک ها حمله کردن و اونا رو به اصطلاح آتیش زدن، به یک سری ادارات دولتی از جمله اداره دارایی و همینجور به چندین کلانتری و امثال. که در پی این مسئله خب رژیم خیلی دستپاچه عمل کرد و علاوه بر این که از شهرهای اطراف نیروهای خودش رو بسیج کرد آورد اونجا، حتی از تهران هم در همون روز یک سری نیروهای رو برای کمک به اصطلاح نیروهای انتظامی اونجا وارد مشهد کرد که با شدت عمل وسیعی که به خرج دادن و ضرب و شتمی که توی خود در طی اعتراضات انجام دادن باعث شد که بیش از 1000 نفر دستگیر شدند، چندین نفر در خیابان‌ها کشته شدند، بسیاری زخمی شدند و در طی دستگیری‌هایی که انجام گرفته بود که اتفاقاً همین آقای رئیسی که در اون مقطع رئیس دادگاه انقلاب اونجا رو به عهده داشت، حکم اعدام 4 نفر رو البته طبق اعلام رسمی دولتی، حالا اگر غیر رسمی هم اعدامی انجام گرفته ولی رسمی 4 نفر رو اعلام کرده، که خیلی در خاطرات بین خود همین نیروهای وابسته به رژیم، از جمله کسانی که این امکان به اصطلاح رفت و آمد رو توی این موارد در ارتباط با این دستگیر شدگان داشتن، از جمله معاون سیاسی امنیتی استانداریه که میگه که این اعتراضات خودجوش بوده و چون هیچ گزارش اطلاعاتی یا امنیتی برای اینکه از پیش برنامه‌ریزی شده باشه وجود نداشته. میگه همین شخص تعریف میکنه، میگه که خودش فردای آن روز با به اصطلاح معاون مدیر کل اطلاعات منطقه میرن برای دیدن این
تعدادی که دستگیر شده بودن، حالا اونا اعلام کردن 800 تا، ولی آمارای غیر رسمی بالای 1000 نفر دستگیر. میگه که ما رفته بودیم دیدن اینها، اینا در بازداشتگاه همه اینها را کنار هم نشانده بودن در محوطه بیرون. اون معاون اطلاعاتی عنوان میکنه که اینها رو مجاهدین سازمان دادن برای این اعتراض. این شخص میپرسه میگه دلیلت برای این کار چیه، برای این حکمت چیه؟ میگه تمامی اینها کفش کتانی پاشونه. میگه تو مگر خبر نداری که کفش کتانی ارزانترین کفش ممکن است و اینها به خاطر اینکه از منطقه ای هستن که همشون محروم هستن و حتی همشون یا کارگرن یا کارگر به اصطلاح بنای ساختمانی هن یا میکانیک هن یا چیزن، و حتی در بین اینا یک نفر با سواد وجود داشته، دیپلم وجود داشته، اونم معتاد بوده توی اینا که جزء این دستگیر شدگان بوده. این وضعیت این جماعت بوده، برای بقای خودشون به این اعتراض دست زده بودن، برای جلوگیری از به اصطلاح از بین بردن اون حداقل امکانی که در آلونکی که برای خودشون تدارک دیده بودن، که دچار این به اصطلاح وضعیت میشن و خب سالها بعضیاشون مدت‌های زیادی را هم در زندان ها به سر میبرن. این اون واقعه دومیه که در تاریخ سیاه جمهوری اسلامی حک شده. احیانا رفیق آرش در ارتباط با این موردی داریم؟ به درستی توضیح دادید. تا زمانی که 8 سال جنگ ایران عراق ادامه داشت، رژیم یه بهانه بزرگی داشت، هر حرکت اعتراضی رو در نطفه خفا میکرد تحت عنوان به اصطلاح همنوایی با دشمن اشغالگر و این داستان، درست؟ ولی وقتی این جام زهر و خمینی، جام زهر آتش بس و خمینی نوشید، این بهانه از دستش دیگه خارج، درست؟ و بعد در دوری رفسنجانی هم اسمش هم گذاشتن دوران بازسازی و تعدیل اقتصاد، که در واقع همون اجرای سیاست های نئولیبرالیسم سرمایه‌داری اقتصادی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی بود. در یه مرتبه مثلا تورم دورقمی میشه، حتی کار دولت رفسنجانی به استقراض از بانک های خارجی کشیده میشه و آرام آرام مردمی که هم در این حال هم خب عصبی هم بودن، خشمگین بودن از تداوم 8 سال جنگ خانمان سوز، جنگی که میتونست تو همون یک دو سال اول حداقل بعد از آزادی خرمشهر و پایان یافتن محاصره آبادان پایان پیدا بکنه، با حتی وعده 10 میلیارد دلار هدیه‌ای که این کشورهای عربی خلیج فارس می‌خواستن به جمهوری اسلامی بدن. ولی رژیم بر مبنای خمینی، به ویژه بر مبنای اشتهای به اصطلاح جنگ تا رفع فتنه از عالم و رای قدس از کربلا میگذره و فلان اینا و رؤیای ایجاد یک حکومت شیعی در عراق، این جنگ رو 7 سال دیگه ادامه داد که به قیمت به اصطلاح کشته و مجروح شدن بیش از 1 میلیون و از بین رفتن 100 میلیارد دلار از سرمایه کشور شد. این جنگ که تموم شد و بعد دوره تعدیل اقتصادی و بازسازی به اصطلاح رفسنجانی شروع شد، آرام آرام ما شاهد این هستیم که اعتصابات کارگری اوج میگیره و شورش های تهیدستان حاشیه نشین در شهرهای مختلف، که شورش تهیدستان کوی طلاب مشهد یکی از بزرگترین اینا بود. چند سال بعدم در اسلام شهر که تو مسیر جاده تهران صادق قرار داره رخ داد، که اونم خیلی خونین بود، چندین نفر کشته شدن، چندین نفر که دستگیر شدن اعدام شدن و فلان اینا. از اینا شما نگاه بکنید میبینیم میرسیم به آستانه 2 خرداد 76، انتخابات 2 خرداد 76. علی ربیعی که در دوره رفسنجانی معاون اجتماعی وزارت اطلاعات بود، اون زمان تحلیلی کرده بود، یعنی رفته بودن پژوهش کرده بودن که آقا داستان خیلی خرابه، آرام آرام این توحیدستان، این زحمتکشان، این کارگران دارن بر تعداد حرکات خودشون میافزاین و این حرکات نه تنها به لحاظ کمی داره رشد میکنه، بلکه به لحاظ کیفی هم داره روز به روز رادیکال تر میشه. با یه فکری کرد، یعنی ما میگه خطر رو احساس کرد. خود همین آقای علی ربیعی که میدونید در دوره مقطعی در دوره دولت حسن روحانی وزیر کار شد،
و تا سخنگوی به اصطلاح که دولت شده بود. اون زمان معاون اجتماعی به اصطلاح وزارت اطلاعات فلاحیان بود در رسانه. این تحلیل رو دادم. ما باید یه کار بود. اینجا بود که وقتی در آستانه انتخابات خرداد 76 قرار گرفتیم و ناطق نوری کاندید اصلی خامنه‌ای و جنای اصلی رژیم بود، خاتمی خودش رو کاندید کرد که به هر حال یک نقش حاشیه‌ای تحت عنوان مثلا یه زمانی وزیر ارشاد بود، بعد شد به اصطلاح تو مؤسسات فرهنگی اینا کار میکرد. میگفت که ما اومدیم چیکار کردیم به اصطلاح از اونجا این پروژه اصلاح طلبی کلید خورد که مردم اونی که داشتن رادیکال میشدن و بعد آرام آرام بر تعداد شورش‌های تولیدستان در مناطق مختلف ایران افسوده میشد، سواد کارگیر افسوده میشد، ما از طریق ایجاد یک جناح به اصطلاح اصلاح طلب در حکومت و ایجاد توهم برای اصلاح حکومت از درون مانع رادیکالیزه شدن به اصطلاح چی بشیم، جنبش‌های اجتماعی در ایران بشیم. که البته خب ما میدونیم در اون مقطع در سراسر دهه 60 و 70 یکی از سیاه‌ترین دوران حیات سیاسی ایران دیگه، یعنی فعالیت سیاسی به شدت محدود، نیروهای به اصطلاح اپوزیسیون به شدت سرکوب شدند یا کشته شدند یا تو زندان بودند یا در به خارج از کشور تبعید شدند و فضای سیاسی بسیار اختناق‌آلود بود. اینجور نیست که الان شما مثلا هر روز شاهد اعتصاب و تظاهرات و شعارهای بسیار رادیکال علیه رژیم باشی و اینا. یعنی خود این پروژه در اون مقطع هم با توجه به این که به اصطلاح هنوز زمینه مبارزاتی فراهم نبود مورد استقبال بخش وسیع از مردم قرار گرفت. به همین خاطرم علارغم میل خامنه‌ای با اکثریت بسیار بالایی مردم میرن به خاتمی رأی میدن، که البته از حب علی نبود، از بغض ماویه بود که ناطق نوری انتخاب نشه. منتها خود این مسئله که رخ داد که ازش به عنوان نی اعتراضی یاد میکنن نه تنها باعث تقویت جنبش مردمی نشد، بلکه اصلا در میان صفوف نیروهای اپوزیسیون هم به شدت شکاف انداخت و حتی در میان برخی از جریانات انقلابی ما شاهد شکل‌گیری جناحایی بودیم که دائما میل به شرکت در این نمایشات انتخاباتی داشت. ما در واقع بخش رادیکال جنبش چپ اون زمان و همیشه بعد از این ما میگویم اصلا بخصوص رای کارگر که اصلا خود این بحث قدرت سوری و قدرت کلیدی رو از همون سال 58 مطرح کرده گفت که در جمهوری اسلامی این نهاد قوی مجریه یا حتی مجلس شورای اسلامی قوی مقننه نیست که حرف اول رو میزنه. قدرت کلیدی در جاهای هست که اساساً در معرض حتی انتخاب نمایشی هم قرار نمیگیرن. شما حتی اگر کما که دیدیم در سال 78 این به اصطلاح اصلاح طلبان هم ریاست جمهوری رو داشتن، هم اکثریت مجلس شورای اسلامی رو داشتن، هم اکثریت شورای اسلامی شهر روستا رو داشتن، یعنی ماه اصلشون بود، درست؟ ولی دیدیم که نتونستن هیچ کاری انجام بدن و اصلا قرار نیست و قرار نبود در چارچوب ساختار جمهوری اسلامی هم کاری صورت بگیره. نشان به نشان که بعد دو دوره انتخابات ریاست جمهوری خاتمی خودش میاد اعتراف میکنه که رئیس جمهور در آپارات جمهوری اسلامی یک تدارکچی بیش نیست. منتها واقعیت اینه که از 2 خرداد 76 تا حداقل تو انتخابات اولین دوری انتخاب حسن روحانی ما یه شاهد به اصطلاح به مدت مثلا شاید میشه گفت 20 سال شاهد شکل‌گیری یک گرایش به شدت رفرمیستی اصلاح طلبانه و دارای توهم به این که دوری انقلاب تموم شده، جز از طریق اصلاح خود حکومت جمهوری اسلامی از درون راهی وجود نداره. یعنی دائما نه تنها اونایی که جزی از حکومت بودن اصلاح طلبان، جنای اعتدال و امید و فلان و اینا، نه تنها بخشی از توده های مردم که توهم داشتن هنوز یه جناحی از رژیم، بلکه بخشی از اپوزیسیون چه در درون طیف راست
که حتی در درون طیف چپ دائما گرایشاتی وجود داشت برای شرکت در این نمایشات انتخاباتی و بالماسگاه های انتخاباتی، چیزی که ما همیشه سعی میکردیم در موردش هشدار بدیم و میگفتیم این آب در هاون کوبیدنه و ره به جایی نمیبره. خوشبختانه به قول معروف دیگه آفتاب آمد دیگه، دلیل آفتاب دو دوره ریاست جمهوری حسن روحانی هم نشان داد که به هیچ وجه میل رجوع در چارچوب ساختار جمهوری اسلامی شما از این امامزاده و از هیچ یک از جناهای رژیم نباید به اصطلاح انتظار اینو داشته باشید که برای شما آزادی و کرامت انسان به ارمغان بیاد. و همین خاطره که الان اکثریت مردم رسیدن به اینکه جز سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی راه دیگری وجود نداره. در واقع دیمای 96 بدین سو اصلاح طلب اصول گرا دیگه تمام ماجرا، ما وارد یک دوره انقلابی و سیاسی نوینی شدیم که به طور کامل مرز کشیده با اون 20 سال دورانی که اصلاح طلب جنای اصلاح طلب رژیم با کمک بخشی از اپوزیسیون رفرمیست سعی میکردن به صلاح چیکار بکنن، مردم رو امیدوار نگه دارن به تداوم حکومت جمهوری اسلامی و اصلاح اون از دارن. همجوری که به درستی گفتی، یعنی از اون مقطع البته شاید اون کلیدش در طی یک روال به اصطلاح حرکت هست که به وجود آمد، مسئله دیگه قطع امید کردن از جمهوری اسلامی و قطع امید کردن از اصلاح طلبی. اصلاح طلبی که از هر نظر، حتی فرض کنید تمامی جنایت هایی هم که توی این رژیم انجام گرفته بود، در تلاش بود که به خاطر اینکه چارچوب این نظام رو حفظ بکنه، حتی تو اون زمینه ها در تلاش این بود که مردم به فراموشی بسپرن تمامی جنایت هایی که در این نظام انجام گرفته رو، حالا در زمین های اقتصادی هم که جای خود دارن. و به درستی از آن زمانی که این آگاهی پیدا شد و این شعار بسیار کلیدی که اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم ماجرا مطرح شد، واقعا از اون مقطع تا کنون که همچنان رو به سلاح به بالا شیب رو سمت بالا رو جنبش های به اصطلاح اعتراضی ما طی کردن، همش در سمت سوی این هست که دیگر به هیچ عنوان امیدی به این نظام نیست و در چارچوب این نظام هیچ گونه حرکتی که در آبی برای مردم بجوشه به قول معروف وجود ندارد. و این تنها راه به اصطلاح رسیدن به اون رسالت های انسانی، منش انسانی، یک زندگی انسانی در خور به قول معروف نرمال و انسانی، فقط در سایه سرنگونی این نظام امکان پذیر است. هرچند اینکه چه چیزی جایگزین بشه، خود این هم مسئله ای هست که شاید توی بحث های دیگر امیدوارم بتونیم بهش برسیم. حالا میرسیم به اون آخر واقعی که مربوط به خرداد ماه هست. خرداد ماه سال 1388، یعنی در پی اعلام نتایج دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و دوباره پیروز اعلام کردن احمدی نژاد، تظاهرات راهپیمایی بی‌سابقه‌ای در تهران و شهرهای دیگه توسط معترضان به نحوه شمارش آرا به اصطلاح اتفاق افتاد که بزرگترین راهپیمایی‌های اعتراضی را هم در 30 سال اول حیات جمهوری اسلامی در پی داشتیه. گفته میشه که در نتیجه این اعتراضات به خصوص در روزهای 25 و 30 خرداد همون سال، تعدادی از معترضین آبرین که صدها نفر بودن کشته و مجروح شدن. 7 نفر هم در حمله نیروهای امنیتی اون مقطع به کوی دانشگاه تهران کشته شدند و همینجور تمامی اینها را هم همونجور که از طریق به اصطلاح امکانات مجازی و اینها که دریافت شده بود دیده شد که و گزارشات که از طریق خود مردم به اصطلاح داده شده بود، به وسیله تیراندازی هایی که به شکل تک تیراندازی انجام گرفته بود
بود، یا مثلا در طی حمله‌ای که با باتوم مردم رو مورد ضرب و شتم قرار داده بودن و همینجور شکنجه های شدیدی که و بدرفتاری هایی که با زندانیان به وسیله زندانبانان انجام گرفته بود، که این در نوع خودش یعنی باز یکی از اون مقاطع بسیار حساس و تعیین کننده ای بود که با سرکوب خیلی شدید از طرف جمهوری اسلامی مواجه شد. رفیق آرش در این رابطه گوش میکنه. ما گفتیم که بریجه بعد از 2 خرداد 76 که خامنه‌ای نتونسته بود کاندید اصلی خودش ناطق نوری رو به کرسی بنشانه، توهم وسیعی در نه تنها بخشی از مردم حکومت اصلاح طلبای حکومتی، بلکه در بخشی از اپوزیسیون هم راست هم چپ هم شکل گرفت که میشه انگار در این نمایشات انتخاباتی رژیم که از صد سکندر شورای نگهبان میگذره و 2 نفر 3 نفر 4 نفر در از به اصطلاح حکومتیان رو در مقابل مردم قرار میدن که یکی رو انتخاب بکنن، مثلا شاید بشه مثلا کاری کرد. در مقطع انتخابات خرداد 88 هم که قرار میگیریم میبینیم میرحسین موسوی، علارغم که تروبی هم خودشو کاندید کرده بود، میرحسین موسوی که تقریبا 20 سال بعد از اینکه او را از پست نخست وزیری برداشته بودن سکوت کرده بود و معمولا تو بخش بنیادهای فرهنگی و هنری رژیم کار میکرده و اینا میراث فرهنگی و اینا، اومد وارد صحنه شد با حمایتی هم که از خاتمی گرفت، این بار مثلا با رنگ مشخص سبز که شد نماد به اصطلاح میرحسین موسوی وارد میدان شد. درست تمام قرائن و شواهد نشان میداد که مثلا میرحسین موسوی خودش هم اومد تو مصاحبه مطبوعاتی گفت که من مثلا با نسبت آرای بالایی بر مبنای حق گزارشاتی که از درون خود وزارت کشور به دستم رسیده من پیروز شدم. منتها اونجا دیگه رژیم به قول خودش درس گرفته بود از 2 دوره پیروزی خاتمی، گفت باید این ماه عسل مثلا اصلاح طلبی و تساهل و مساهل و این داستان ها رو باید پایان و اینا اصلاح طلب درسته اینا کاری نمیتونن پیش ببرن، قدرت کلیدی در دست جناهای انتصابی زیر نظر ولی فقیه هست، ولی باز از اینا از اونجایی که تو حکومت هستن تو مجلس هستن از طریق حرفایی که میزنن واکنشایی که نشون میدن برای حکومت ما دردسر ایجاد میکنن، باید به این دردسر پایان داد. در اینجا اومد رسما دست به یک کودتای انتخاباتی زد با تقلب آشکار، رأی رو که مثلا باید به حساب میرحسین موسوی نوشته میشد به اندازه 63% بودشتن به حساب چی؟ احمدی نژاد. اینجا بود که به اصطلاح اون حامیان خود میرحسین موسوی و حتی مردمی هم که معترض بودن نسبت به حکومت جمهوری اسلامی حتی تو انتخابات شرکت نکرده بودن، مثلا زنده یاد ندا آقا سلطان اصلا پدر مادرش گفتن یا تون گفت تو انتخابات شرکت نکرد خود داشت داشت، ولی دیدیم یکی از جانباختگان اعتراضات خیابانی و بود و فرن و شاهد اون تظاهرات اون زمان والیباف به قول معروف شهردار تهران بود اعتراف کرد دیگه، گفت که 3 میلیون نفر در تهران اومدن که عظیمترین تظاهرات به صدا بود بعد از مثلا روی کار آمدن جمهوری اسلامی. بعد رژیم دید که نه اوضاع خیلی خرابه، دست به سرکوب شدید. اخیراً یک فایل صوتی منتشر شده از رئیس سابق کمیته امنیتی مجمع تشخیص مصلحت نظام، ایشون اومده گفته که این آقای سردار همدانی که رئیس قرارگاه سارالله بازوی اصلی سپاه پاسداران و سرکوب در تهران بزرگ هست، گفت من 4000 اراذل اوباش رو سازمان دادم برای سرکوب. این تجربه رو از کجا به دست آوردم؟ از سرکوب جنبش دانشجوی تیرمای 78 که اون زمان 250 نفر استفاده کرده بودم، این دفعه 4000 اراذل اوباش رو غمکش رو استفاده کردم برای سرکوب به اصطلاح اعتراضات مردمی از جمله سرکوب دانشجویان در کوی دانشگاه و فلان. بعدم میدونن سردار همدانی شد یکی از فرماندهان به اصطلاح مدافعان حرم در سوریه، اونجا کشته شد، درست به درک واصل شد. حالا خود رژیم هم اینو مثلا چیه اعتراف کرد، خود در مجموع گفته میشن خب چندین هزار نفر دستگیر شدن، چندین هزار نفر مثلا چیز شدن، اون فاجعه کهریزک رخ داد فلان و اینا، ولی
گفته میشه که بین 80 تا 100 نفر مثلا در طول چند ماه کشته شدن و ما میدونیم که این جنبشی که شکل گرفت در ابتدا شعارش این بود موسوی رأی ما را پس بود یا رأی من کو، در ادامه در کوچه پس کوچه های تهران و دیگر شهرهای ایران رادیکالیزه شد با شعارهایی از جمله موسوی بهانه است، اصل نظام نشانه است، یا مثلا خامنه‌ای حیا کن مملکت رو رها کن، طالبان حیا کن مملکت رها کن، شعارهای مرگ بر دیکتاتوری و آتش زدن به صلاح تصاویر خمینی و خامنه‌ای در شهرهای مختلف ایران. یعنی در ادامه حرکت که چند ماه هم جسته و گریخته ادامه داشت، شاهد رادیکالیزه شدن جنبش دیگه بودیم، دیگه در از حالت دوران حکومتی خارج شده بود. رسما مردم از اون فضا استفاده کردن، یا در واقع بخشی از مردمانی که نسبت به کلیت جمهوری اسلامی مرزبانی داشتن، از به قول معروف بهانه تقلب انتخاباتی و ظاهرا حمایت از موسوی و کروبی و اعتراض به حصر اونها استفاده کردن برای اینکه چی؟ کلیت رژیم رو نشانه بدن. به همین خاطره که خود رژیم هم ازش به عنوان فتنه بزرگ یاد میکنه، فتنه ای که به قول معروف خودی ها سبب شدن که یک ذره بزرگی به حیثیت نظام مقدس جمهوری اسلامی بر به صلاح چیه وجود بیاد و فلانه. یعنی خرداد 88 نشون داد از یک طرف که هنوز بخش های وسیعی از مردم میلیون ها نفر توهم دارن به اصلاح رژیم و شرکت در نمایشات انتخاباتی، که متاسفانه همین مسئله، یعنی علارغم اون سرکوب وحشتناک خرداد 88 شاهد این بودیم که باز بخش هایی از مردم میرن تو دور اول انتخابات برای انتخاب حسن روحانی، این بار با تحت عنوان جنای اعتدال به امید به میدان آمده بود، به او رأی میدن و باز بخشی از همین اپوزیسیون به قول معروف جمهوری اسلامی تمایل داشتن و عملا هم مردم رو تشویق کردن به شرکت در اون نمایشات انتخاباتی، در صورتی که میدونستن اصلا این ره به جایی نمیبره. متاسفانه این توهم و این سیاست دستور عدم سیاست غیر انقلابی یا عدم تقابل با کلیت رژیم سالها ادامه داشت تا اینکه میرسیم به هر حال به اون نقطه عطف تاریخی حیات سیاسی ایران، یعنی خیزش انقلابی دیمای 96 که دیگه مهر باطلی میزنه بر این نوع سناریوها با شعار اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم ماجرا، که امیدواریم این دوری سیاسی که از اون سال 96 شروع شده و یک دوری انقلابی هست ما را ببره به سوی اون نقطه‌ای که بتونیم کلیت رژیم اسلامی و سرمایه‌داری جمهوری اسلامی رو سرنگون بکنیم و شاید یک شکل‌گیری یک انقلاب اجتماعی نوین در ایران باشه. امیدوارم که برنامه امروز مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تلاش خواهیم کرد همچنان در برنامه‌های دیگری در خدمتتون باشیم. در برنامه مکس براتون روز و شب خوبی رو آرزو می‌کنم و بدرود بهتون میگم تا برنامه دیگر.